برای قبولی اعمال و عبادتهایتون و همچنین استجابت دعاها اجماعا صلوات جلی ختم بفرمایید. خداوند انشاءالله لطف بفرماید، رحمت خود را شامل حال همه بندگانش مخصوصا ملت ما بگرداند، برای رفع مشکلات و گرفتاری ها و مصائب و مصائب. صلوات دیگر را جلیتر ختم بفرمایید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. تقوا تنها دستگیره نجات انسان مؤمن است. تقوا نردبان و راه پله عروج مؤمنان به آسمان شمرده می شود. تقوا جان و جوهره همه عبادت‌های ماست. تقوا یعنی پاکیزگی روح و جسم و جان و راهزینه رسیدن به خدای بزرگ. تقوا مسئولیت است. تقوا به دست آوردن سپر برای حفاظت ایمان و دین و شخص فرد مؤمن در مقابل گناهان
پلشتی ها و ناپاکی ها می باشد. تقوا به معنای فرار و گریزی از جامعه نیست، از ترس گناه. تقوا آماده شدن و سپر حفاظ مطمئن را برداشتن و وارد جامعه شدن است. امیر مؤمنان در جای جای از فرمایشات خود در نهج البلاغه و باقی کلمات خود شیعیان خود را به تقوا وصیت می کند، پیش از همه به تقوا وصیت می کند. تقوا همون طوری که در هفته های گذشته عرض کردم، یعنی خدا را در نظر داشتن، در اول کار، در وسط کار، در آخر کار، در اول روز، میانه روز و شب. شبانه روز اگر ما به فکر خدا باشیم و رضایت خدا را در نظر بگیریم در کاری که انجام باید بدیم و در کاری که نباید انجام بدیم، اگر رضایت خدا را در نظر بگیریم، این میشه تقوا. همه ما باید تقوا داشته باشیم. والعاقبت للمتقین، عاقبت خوب هم از آن متقیان می باشد. صلوات ختم بفرمایید. در هفته های گذشته سوره مبارکه والعصر را مختصرا مرور کردیم. هنوز مطالبی در این سوره بظاهر کوچک ولی در واقع بزرگ و پر معنا باقی مانده است. عرض کردیم که انسانها در حیات خودشون و به حکم عقل خودشون همه دنبال سعادتن، منتها راههایی را که در نظر میگیرن با هم متفاوت است. برخی ها مال و جاه و ثروت را سعادت می دانند یا تنها راه سعادت می دانند. بعضی ها علم و دانش را راه رسیدن به سعادت می دانند. بعضی ها مقام و کرسی و رسیدن به مدارج سیاسی را راه رسیدن به سعادت می دانند. بعضی ها هم عبادت تنها را وسیله سعادت می دانند. اما از نظر اسلام در عین حال که اینها نفی نشده، انسان می تانه و باید ثروت حلال به دست بیاره، تلاش بکنه زندگی عزتمندانه و قوی داشته باشه، در عین حال که به علم و دانش بیشترین توصیه را اسلام فرموده، اما علم تنها هم رسیدن به سعادت نیست. اینطور نیست که هر کس عالم و دانشمند شد به سعادت برسد. همینطور زهد و عبادت تنها که از جامعه انسان قطع رابطه بکنه و فقط به مسجد و دعا و نماز بپردازه، افراد بکنن، این هم راه سعادت نبوده و نیست. و همینطور جاه و مقام و مناصب بزرگ سیاسی و اجتماعی میتونه وسیله خدمت باشه، اما سعادت آور نیست. پس اسلام اینها را نفی نکرده، اما هر کدام اینها را به صورت تک بعدی نگاه کردن و اینکه دیگر جوانب زندگی رو انسان تعطیل بکنه و فقط یکی از اینها را بگیره، هیچ کدام سعادت آور نیست. اسلام ایمان و عمل صالح را سعادت میداند و توصیه به حق و به صبر و که اینها را خدمت شما عرض کردیم. همینطور تفسیرهایی که از
کلمه عصر شده بود، باز هم خدمت شما عرض کردیم، مسائل در مورد حقم بیان شد، میمانه در یکی از واژه‌ها و کلمات اساسی که میخواییم امروز انشاءالله کمی درباره او صحبت کنم، و اون واژه و کلمه صبر است. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، همه انسان ها در زیان هستند، الا الذين امنوا، مگر اونهایی که ایمان دارن، مؤمن باشن، و عمل الصالحات، عمل صالح داشته باشن. در قرآن عظیم الشان هست، من عمل منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبه، حیات طیبه مال ایمان و عمل صالح است. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اونهایی که همدیگر را توصیه به حق کردن و توصیه به صبر نمودن. ما حدیث داریم از پیغمبر بزرگوار اسلام که می‌فرمایند صبر سه میدان داره، سه ساحت داره، در سه موقعیت انسان‌های مؤمن و انسان‌های حق‌خواه باید صبر و بردباری به خرج بدهند. یک، الصبر علی الطاعه. دو، الصبر علی المعصیه. سوم، الصبر علی المصیبه. اول صبر در میدان طاعت است. اگر روز روز تابستان باشه، نزدیک 16-17 ساعت روزه گرفتن، صبر میخواید، بالاخره تشنگی کشیدن، گرسنگی کشیدن، صبر میخواید، دوری از و مشتهیات زندگی صبر میخواید، یا نماز صبح را به وقت خواندن، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را به وقت خواندن، اینها صبر میخواید، یا ادای واجبات مالی، پرداخت وجوهات شرعی، پرداخت اونچه که خدا گفته و در مال ما قرار داده، خب بالاخره اینم صبر و بردباری و تحمل میخواید. جهاد صبر میخواید، مقاومت میخواهد، کسی که جهاد با مال میکنه، خودگذری میکنه، همسایه رو بر خود مقدم میداره، یا جهاد با زبان میکنه، حق میگه، سخنرانی میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکند، یا جهاد با جان میکنه، در جبهه میره، حضور پیدا میکنه، خطر مرگ را میپذیره، اینجا صبر میخواید. انسانی که ایمان داره باید صبورم باشه، ای بسا جانش را از دست میده، ای بسا جوانش را از دست میده، ای بسا خانه و مال و زندگی را از دست میده، ای بسا سرمایه و دسترنج خودش را از دست میده، ای بسا خودش را از دست میده. اسلام که پیشرفت از اون اول تا به امروز، ای اسلام مفت و مجانی که تحول پیدا نکرده و پیشرفت نکرده. پیغمبر بزرگوار اسلام که اولین شخصیت عالم اسلام است، از وقتی که مأمور شد از سوی خدای متعال که در 27 رجب هم بعثت مبارکش می باشه، سالها تا آخر عمر رنج کشید، زجر کشید، شهید داد، زخمها در بدن مبارکش اصابت کرد، گرسنگی ها کشید، در بین قوم خود، در بین عرب، در بین فامیل خود محاصره اقتصادی شد، تحریم اقتصادی شد، و 3 سال در شعب ابو طالب از مردم جدا کردند،
در مکه چه مصیبت هایی را دید. روزهای اول اسلام بود، مخفیانه اسلام را تبلیغ میکرد. میفرمود ای مردم مشرک جاهل بود پرست، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با خدای واحد متمسک شوید، بنده خدا شوید. ای 313 بت که بر خانه خدا آویزان کردید، اینا چیه که شما میپرستید عبادت میکنید؟ اول مخفی بود اسلام در خانه ها، مخفی. یک نفر، دو نفر، سه نفر جمع شدن و اجتماع کوچکی. پیغمبر وقتی که از کوچه ها راه میرفت، از کنار خانه ها راه میرفت، عربای جاهل مشرک اولادایشان را وادار میکردن که به پیغمبر و یارانش سنگ بزنید. بر سر و صورت اینا سنگباران میکردن، پای مبارک پیغمبر خونین میشد از زانو با پایین. اینها را باز حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها که دومین مسلمان بود و همسر حضرت شده بود، بالاخره اینا را شستشو میداد و مصیبت ها را کم میکرد. سه سال اول اینطوری گذشت و 10 سال دیگرش هم همین مصیبت پشت مصیبت و مصیبت پشت مصیبت. حالا بالاخره برای انجام طاعت بود دیگه، طاعت فرض بود که اسلام را برای همه برسانه، تبلیغ بکنه اسلام را. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این همه مصیبت ها 23 سال در مکه شهید داد حضرت سمیه سلام الله علیها. و یاسر شوهرش چقدر با مظلومیت شهید شدند. بلال چه زجرها کشید مؤذن پیغمبر. و همینطور باقی اصحاب و یارانش که حمزه سید الشهدا اگر نبودی دیگه خیلی مصیبت ها بیشتر از این وارد میشد. و گرسنگی های شعب ابی طالب را 3 سال کشیدن و تحمل دشنام ها و مصیبت ها. برای چی؟ برای اینکه میخواست اسلام را گسترش بده، برای اینکه میخواست توحید را حاکم بکنه، شرک را برداره، کفر را برداره، بت پرستی را برداره. بعد 10 سالم در مدینه، جنگ پشت سر جنگ، به پایتخت اسلام، پایتخت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. نزدیک 70 و چند جنگ و غزوه و سریه را بر اسلام تحمیل کردن، ولی پیغمبر دست نکشید از تبلیغ اسلام، از گسترش اسلام. صبر کرد، بر طاعت صبر کرد، چون وظیفه او بود که باید پیغمبری خود را ثابت کنه و اسلام را گسترش بده و آیات قرآن را برگ برگ و ورق ورق به دنیا معرفی کنه. 23 سال زحمت پیغمبر، مشقت او اسلام را تثبیت کرد. الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، و این دین پا بر جا شد. همینطور باقی اوصیای او، ائمه ما، همه اینها جز زجر و شکنجه و مصیبت در راه تبلیغ اسلام نداشتند. بالاخره صبر در طاعت. بزرگان ما، تمام پیغمبران و ائمه ما، اینها در مقابل طاعات، در مقابل اطاعت از خداوند صبور بودند. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، هم پیغمبران و هم خدا پرستان چقدر در این راه کشته ها دادن پیغمبرانو، چقدر. ما 124 هزار پیغمبر داریم، خیلی از پیغمبران بنی اسرائیل شهید شدند، کشته شدند، پیروانشان کشته شدند. برای چی؟ برای تبلیغ خدا، برای اطاعت از خدا، برای انجام واجبات،
برای دعوت انسانها به خدا پرستی. اسلام پس مفت به دست ما نیامده. حالا از اونها که بگذاریم تا امروز هم همینطور است. بالاخره در طاعات، در انجام طاعات، در انجام وظایف الهی همه ما باید صبور باشیم. صبر میخواهد. بالاخره میوه شیرین اسلام و ایمان را چشیدم و رسیدم و بهشت موعود الهی هزینه میخواهد و این قیمت داره. قیمتش صبوری ماست. اون وقت ان الله مع الصابرین، خدا هم با صابران هست و حتما صابران به هدف خود میرسه. دوم، صبر بر معصیت. معصیت همون قدر که انجام طاعت سخت است، پرداخت زکات و خمس و صدقات و تبرعات و قرض الحسنه سخت است، جهاد سخت است، امر به معروف سخت است، ولایت امیر المؤمنین را داشتن و حفظ کردن سخت است، انجام تکالیف همه سخت است، سخت است، ولی میوه شیرین داره، طعم شیرین داره. همون قدره که طاعات سخت است، انجام معصیت آسانه. انسان براحتی با یک دروغ، معاذ الله، یک دروغ سرش گرم میه، یک دروغ میگه و این دروغ موجب فتنه میشه. دروغ گفتن خیلی آسانه. چشم چرانی به ناموس مردم و به مؤمنات آسان است و ارتکاب معاصی هزینه نمیخواید و خدای نخواسته زیر بار حقوق الهی نرفتن میشه با یک استنکار آدم مستطیع باشه حجش را انجام نده. دیگه هزینه نمیخواید بیسه و حقوق مالی یتیم و بیوزن و همسایه و خدا و خلق و علما و مردم انجام نده، پرداخت نکنه. معصیت ارتکابش آسان است، اما صبر در مقابل معصیت سخت است. ای که انسان چشمش را نگه داره، زبانش را نگه داره، گوشش را نگه داره، فکرش را نگه داره، جان خودش را نگه داره، خودش را حفظ بکنه. همون میشه که به تعبیر معروف خیلی از بزرگان گفتم که اون پل صراط که میگن یا اون صراط مستقیمی که میگن از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر و از شب تاریکتر است، حرکت در خط ایمان در همین دنیاست. کسی که در خط ایمان و مؤمن بودن و صراط مستقیم حرکت کند و ایمان خود را حفظ کند و در مقابل معصیت ها و مصائب و مسائل دیگر ایمانش را از دست نده، مثل این است که روی تیغ تیز که از مو باریکتر است راه برود. حفظ ایمان خیلی سخت است. مؤمن شدن انشاءالله آسان است، اما حفظ ایمان مشکلات داره. حفظ ایمان صبر میخواد، حفظ تقوا صبر میخواد. او گنجینه گرانبهایی را که انسان در طول عمرش به دست آورده، حفظ او جهاد میخواد، مبارزه با نفس میخواد، استقامت و صبوری میخواهد. شما شاید تعجب کنید اغلب کسانی که فاجعه کربلا را با وجود آوردن مسلمان بودن، مؤمن بودن. بعضی هایشان سالها حج پیاده رفته بودن، نماز شب میخواندن، قاری قرآن بودن، اما در مقابل وسوسه دنیا ابن سعد لعنت الله علیه، عمر ابن سعد به خاطر طمع رسیدن به گندم شهر ری که معروف بوده ایمان خود را از دست داد.
شمر که در جنگ صفین از سرداران امام علی بود در مقابل او یاروی دیگه می جنگید، چند بار حج با پای پیاده رفته بود، در مقابل وسوسه دنیا ایمان کاذب خودش را از دست داد. 30,000 سرباز که در روز عاشورا در مقابل امام حسین علیه السلام سفارایی کرده بودند، اینها نمازشان را با جماعت می‌خواندند، خودشان از شط فرات وضو می‌گرفتند، غسل می‌کردند، قربتاً الی الله می‌گفتند، می‌گفتند حسین را هم معاذ الله قربتاً الی الله ما می‌خواهیم بکشیم. ببینید، پس حفظ ایمان صبر می‌خواهد، استادگی در مقابل معصیت صبر می‌خواهد. انسان اگر ایمان حفظ کند در مقابل وسوسه شیطان، در مقابل وسوسه دنیا، در مقابل چرب و شیرین دنیا که دنیا خیلی چرب و شیرین داره، امیرالمؤمنین فرموده دنیا غری غیری غیر مرا فریب بده، غیر علی را فریب بده، من تو را سه طلاقه کردم، دیگه بین من و تو رجعت نیست. ای علی و امیر المؤمنین باشه که در مقابل دنیا صبر کند. اما انسانهای عادی و بالاتر از عادی ممکن است با یک وسوسه شیطانی، با یک خودفریبی تسلیم بشه در مقابل شیطان. شیطان کی است؟ شیطان میلیون ها عسکر داره، ممکنه یکی از عساکر خود ما انسان ها باشیم. وسوسه میکنه، ما را تحریک میکنه که این گناه را انجام بده، حق خدا را پرداخت نکو، این جنایت را مرتکب شو، این مال مردم را بخور، این نمره که فروخته شده، زمینی که چند بار فروخته شده، طرفم میدونه باز ایره با یک جعلیاتی سندسازی بخر، روی حق مردم خانه درست کو، اونجا بخواب، تولید نسل بکن، زندگی خود را خراب و تراب و جهنم را برای خود آماده کو. یا از حق مؤمن بگیر، یا از حق همسایه بگیر، یا از حق ضعیف بگیر. چقدر از این مصیبت ها متاسفانه در گذشته پیش آمد. خداوند می فرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. آیه عجیبی هست، به پیغمبرش میگه ای پیغمبر دقت کنن برادران و خواهران، ای پیغمبر بزرگوار بگو به بندگان من، کسانی که اسراف کردید بر نفس خود، بدترین اسراف این است که انسان عمرش را ضایع کنه، بر نفسش ضایع کنه، عمرش را به دغل و به کذب و ریا و دروغ تمام بکنه، عمرش را تباه کنه به دروغ برای آینده بچه هایش، حرام بخوره بگه بچه های ما آینده خوب شوه، حق مردم را بخوره برای اینکه بچه های فردا دستشان پر باشه، خود فدای بچه ها میکنه، بچه ها و دخترها، اهل البیت، خیلی عمر خودشان را تمام میکنه برای فرزندان. نه، وظیفه ما نیست، تا یک حد فرزندان حق دارن اسم خوب بگذارن و تعلیم قرآن بکنن، به قول امیر المؤمنین با سوادش بکنن، زندارش بکنن، شوهردارش بکنن، وقتی که به تکلیف رسید خود او مسئوله، خدا هم تضمین کرده که رزق و روزی همه را میده. بعضی هستن عمر خود را فدای دیگری میکنه، فدای بعد از خود، تو مسئول خود هستی، حق نداری. بله مال حلال باشه، بگذاره باشه، خوبه به اندازه، نه این که خود را فدای کسی دیگه، هر کس خودش مسئوله. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری را در قیامت بر نمیداره، اونا را هم خدا خلق کرده، اونا خودشون تلاش کنن از رای حلال. به هر صورت این آیه می فرماید بگو برای بندگان من که اسراف کردید بر نفس خود، متوجه نشدید با همه اینها. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نباشید.
بدترین گناه ناامیدی است عزیزان، بدترین گناه. انسان نباید گناه ناامید شود، این گناه را مرتکب شود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد، البته با توبه. و خدا توبه را نصیب هر کس نمیکنه، خیلی ها توفیق توبه پیدا نمیکنه. علی حال انسان مؤمن در خوف و رجا زندگی میکنه. یعنی چی؟ همونطوری که امام مجتبی فرمود، کن لآخرتک که انک تموت و غدا و کن لدنیاک که انک تعیش و ابدا. اگر مسئله خدا و قیامت در ذهن آمد، فکر کن که فردا میمیری. اگر به کسی خبر بدن فردا میمیره، معلومه که او تا فردا رو چیکار میکنه. هر چی که داره یک سره یا الله و یا خدا و حساب و کتاب خود مشخص میکنه. یک پارچه رو به سوی خدا هست. برای قیامت و برای آخرتت که میشه، اینطور فکر کن که فردا میمیری، قطعا حرف امامه. اما برای دنیای خودم اینطوری فکر کن، گویا تو همیشه زنده هستی. حالا امروز نشد نمره درجه یک، سال دیگه درست میکنی. بالاخره مسئله مشخص است، از صبر و علی المعصیه، انسان باید در مقابل معصیت صبر داشته باشه، در مقابل ارتکاب گناهان و معاصی صبور باشه، یعنی قوی باشه، همونی که گفتیم تقوا داشته باشه. اگر تقوا داشته باشه، انسانی که مجهز باشه بین آتش هم بره نمی سوزه، مجهز به یک سپر خاصی باشه. اگر مجهز به ایمان و تقوا و عمل صالح بود، انسان در آمریکا هم باشه، در کفرستان هم باشه، باز اون مؤمنه. امیدوارم که انشاءالله همه ما هم ایمان صالح، هم ایمان قوی، هم عمل صالح، هم حقگرا، هم توصیه کننده به صبر در انجام عبادات و در دوری و اجتناب از معاصی و سیئات و هم در مصیبت ها صبور باشیم، تا انشالله به سعادت واقعی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلى الله عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فَإِنَّ التَّقْوَى خَيْرَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ. بندگان خدا، خودم و شما را مجدداً و مؤکداً به تقوای الهی سفارش میکنم. تقوا روح و جان عبادتهای ما به حساب میآید. حدیث داریم که می‌فرماید المؤمن و کیس، مؤمن زیرک است، کیس است. اگر انسان کیس باشه، اگر مؤمن کیس باشه، میشه همه عبادت‌های خود را تقوایی بکنه، با تقوا انجام بده. اگر بیلم میزنه برای رزق و روزی آل و عیالش، اگر زمین شخم میزنه، اگر
چوپانی میکنه، اگر مغازه‌داری میکنه، اگر تعلیم معلم از تعلیم میت اولاد مردم، اگر برای خدا باشه همین میشه تقوا. هر کارش پیغمبر بزرگوار اسلام دست کارگر را بوسید و فرمود الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که کاد است یعنی زحمت کش است برای ارتزاق آل و اولادش مثل مجاهد در راه خداست. عرق پیشانی یک کارگر مثل قطرات خون یک شهید می باشه. بنابراین فرق نمی کنه، انسان اگر کارگری هم بکنه لقمه حلال برای انجام وظیفه، برای اینکه خدا گفته کار بکن و رزق و روزی آل و عیالت را در بیار، این عبادت است. اگر کارهای دیگه هم بکنه، تعلیم باشه، تعلم باشه، چه خانه مثلا خانم های خانه دار اولادش را تربیت کنه، در گوششان قرآن بخونه، هنر یاد بده، کمال یاد بده برای خدا، اینم میشه عبادت. انسان مؤمن که زیرک است، نفس کشیدنش میشه عبادت، راه رفتنش میشه عبادت باشه، همه زندگیش میتونه عبادت باشه. عبادت همون تقواست دیگه، تقوا روح عبادت است، به یاد خدا بودن است. و امیدوارم که انشالله همه ما در این مسیر قرار داشته باشیم که شما مؤمنین انشالله قرار دارید. خب مناسبت ها در این ماه رجب زیاد هست، از اول ماه مبارک رجب که میلاد امام بزرگوار ما امام باقر علیه السلام بود و بعدش هم مناسبت تلخی هم داشتیم، شهادت امام هادی علیه السلام. 13 این ماه هم 13 رجب میلاد امیر مؤمنان هست، مرد که جان پیغمبر بود و عالم به او افتخار میکند و انسانی بود و هست که قطب و قبله همه شجاعان، همه عارفان و عالمان، همه زاهدان، همه امیران و حکام، قطب و قبله همه می باشه. علی اعلا اونچنان عظمت های داشت و دارد که در تاریخ منحصر به فرد می باشه. هیچ جوره نداره غیر از پیغمبر که او جان علی است و علی جان اوست. و اون بزرگوار ولادتش معجزه بود و خود او کرامت عام الهی بود بر بشر. ائمه ما عزیزان بسیار ارزشمندن، بزرگواران ما افتخار میکنیم که پیروی پیغمبر و آل پیغمبر هستیم. اگر کسان میخواهند که شأن ائمه ما را پیدا بکنند، درک بکنند، بروند حداقل زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام بخوانند. زیارت جامعه در مفاتیح هست، در این کتاب های دعا هم هست، یک زیارت نسبتا مفصلی است. این زیارت را میگن زیارت جامعه. اول اینکه این زیارت جامع همه معارف است، جامع همه مسائل است. زیارتنامه نیست، یک کتاب است، یک منشور است، پر از معارف وحیانی و الهی. و اونجا ما شأن امام و امامت را میفهمیم و همچنین میشه این زیارت را جامع برای همه ائمه خان از امیر المؤمنین علیه السلام بگیر تا آخرین امام ما، برای هر کدام در حرم هر کدام در مقام هر کدام میشه این زیارتنامه را خان. زیارتنامه که معروف است، اول شروع میشه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت الرحمه. خلاصه
فرازهای عجیبی زیارت امام هادی علیه السلام داره. تمام درس، تمام پیام، تمام معارف، تمام علوم اگر این زیارت جامعه را دانشجوهای ما، طلبه‌های ما بخوانند و در خانه ها تفسیر کنند، وقت اوج و عظمت امام هادی علیه السلام روشن میشه. وقت میفهمه که امام یعنی کی و شأن و جایگاه امام چی میباشه. امامت فهمیده میشه که چی منصب و مقام الهی هست. امامت یک منصب بشری نیست که بشری امام رو معرفی کنه. پیغمبرم اگر در واقعه قدیر امیر المؤمنین را معرفی کرد، خدا دستور داده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. امر خدا بود، امامت را خدا تعیین میکنه، نبی را، نبوت را، رسالت را هم خدا مشخص میکنه. خدایی که عالم اعلم به تمام امور و نیازها و احتیاجات بشری میباشه، او باید معرفی کنه رهبر چی کسی باشه، رهبر و امام، پیشوا و هادی امت چی کسانی باشه. بشری که نمیتونه درد خود را از خود دور کنه، گرفتاری ها شب و روز او را در خود میپیچه، مگر بشر میتونه که امام معرفی کنه، خلیفه معرفی کنه، رهبر معرفی کنه، هادی معرفی کنه؟ امکان نداره، امکان نداره. بنابراین از سوی خدا معرفی میشه. در زیارت جامعه کبیره فرازهای زیادی است که اگر من بخواهم اشاره بکنم دیگه ساعتها باید صحبت کنیم، امکان نداره. در یک مورد این زیارت نامه هست که انسانی که به یک حرم، به یک مزار مشرف میشه، مثلا در مزار نبوی، در مزار علوی در نجف اشرف، در مشهد سید الشهدای کربلا مشرف میشه، یا در مزجع قمر بن هاشم مشرف میشه، یک زیارتنامه میخونه. در این زیارتنامه چی؟ زائر چی میگه؟ برای چی زیارت؟ یعنی چی؟ چیکار میخوای بکنه؟ در این زیارتنامه وظیفه زائر مشخص شده. وظیفش چی هست؟ محققون. زائر میگه با او طرف، امام که زنده است دیگه، ما با پیغمبر هر روز در نمازها سلام نمیدیم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، جواب نمازم که واجبه، پس پیغمبر زنده است جواب میده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پیغمبران زنده هستند، شهدا زنده هستند، ائمه زنده هستند. ما با او خطاب میکنیم، میگیم وظیفه خود را مشخص میکنیم. ما که کربلایی میشیم، نجفی میشیم، مشهدی میشیم، چی میخواییم؟ چی میگیم؟ چه فرق میکنه با دیگران؟ میگیم محققون لما حققتم. میگیم ای امام، من زائر، من کربلایی، من مشهدی و نجفی، محققون لما حققتم، اون چرا که شما تحقق بخشیدید منم تحقق میبخشم، اون چرا که شما کردید منم میکنم، تعهد میدیم اونجا، پیمان میبندیم اونجا. و مبطلون لما ابطلتم، از اون طرف اون چرا که شما باطل کردید، ابطال کردید، نابود کردید، ما هم او را ابطال میکنیم. یعنی چی؟ یعنی پا جای پای شما میگذاریم. یعنی امام ما معموم شما هستیم، ما پشت سر شما حرکت میکنیم، ما شیعه شما هستیم، ما پیرو شما میباشیم. و پیروان اهل البیت را هم که میگن شیعه، شیعه یعنی مشایعت کننده. مشایعت کننده کی؟ پشت سر امام. اگر کسی پشت سر یک
مسافری که در راه خدا سفر کرده میره میگه مشیع یا تشیع کننده، کسی که پشت سر امام خودم حرکت میکنه با اون میگم شیعه. بالاخره در این زیارتنامه معارف زیاد مطرح شده و باید بخوانیم ما و شما، باید دوستان جوانان متوجه ای باشن. این مناسبت های ماه رجب زیاده، ماه رجب اعتکاف داره که الان شاید در بعض جاها مثل مدرسه سلطانیه و بعض جاها اعتکاف دایر شود. کسانی که آمادگی دارن واقعا لذت داره اعتکاف که در چند شب و روزی با خدای خودش خلوت بکنم و تفکر بکنم. درباره حضرت ابی ذر رضوان الله تعالی علیه هست و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بود. تفکر نه درباره دنیای خود، دنیا سر جای خود، تفکر درباره خود، خدای خود، قیامت خود، آینده خود. ما میبینیم که دیگرا گروه گروه از دنیا میروند و کلانها و کلانترها از پیغمبران بگیر و امامان از دنیا میره، شب و روز میره، باز ما عبرت نمیگیریم. تفکر بکنیم که اگر روز ما هم رفتنی هستیم. میگه همیشه قبرستان بروید، قبور را زیارت کنید، ببینید، برایشون فاتحه بخوانید و بدانید که اونها هم یک روز مثل شما بودن در این دنیا. خیلی هم در قرآن آیات عجیبی هست که میگه چرا شما در زمین مسافرت نمی کنید، شهرهای ویران شده را نمی بینید، کاخهای عجیب و غریب را که دیوارایش مانده نمی بینید، اونها هم مثل شما بودن، عبرت بگیرید، ما هم عبرت بگیریم، خدا را در نظر داشته باشیم و وظائف خود را انجام بدیم. این دو روز دنیا نمی ارزه که انسان واقعا گناه بکنه و بدترین گناه ظلم است. ظلم در حق خانواده میشه ظلم کرد. خیلی ها در قدیم، خیلی ها که میگم یعنی یک فرهنگ بدی بود در قدیم ها. خب مردان جاهل بودن، زنای خود میزدن، لط میکردن، میکوبیدن، اولاد خود میزدن. بابا حیوان انسان نباید بزنن، حیوان هیچ، ولو حیوان گزنده و خزنده و جانورم باشه انسان نباید بزنه تا کسی مزاحم نشه. برای کسی اگر مزاحم شد از خود دور بکنه، خود ازش دور بکنه. چرا میکشی حیوان؟ ولو ما را عقرب و گژدوم باشه تا از آزار نرسانده، کسی حق نداره، مخلوق خداست. درخت کسی حق نداره بی خود قطع کنه، مخلوق خداست. یک گیاه بچینه بکنه، وقت نیست که من این چیزا را عرض کنم، چه برسه به حیوانات دیگر، حیوان بزنه، چه برسه به انسان، چه برسه به مادر، به زن، زیر چوب و لگت بگیر. بابا تو از کفار قریش بدتری اگر کارو بکنی. و همینطور پدر فرزند بزنه، دختر بزنه، اولاد بزنه، بچه بزنه، معلم شاگرد بزنه، استاد بیاید اطفال بزنه. این زدن یعنی چی؟ اینا ناشی از جهل است. ظلم از خانه شروع میشه تا جا کوچه، همسایه، کسی برای همسایه خود ظلم میکنه. بعض جاست که قصرهای چند طبقه میسازه داخل یک محله، چهار طرفش پنجره هاش باز به خانه های مردم. ظلم دیگه، ظلم شاخ و دوم که نداره، شیشه ها و پنجره ها را میگذاری وروسی ها را و نوامیس همسایه راحتی نداره. خیلی ها بلند منزل می سازن. از خانه و کوچه شروع میشه تا شهر. یک گردن کلوفتی است در شهر، حق مردم رو میخوره، زمین مردم میگیره، ظلم میکنه، جان مردم میگیره، به نوامیس مردم تعدی میکنه تا به یک کشور. زمامدار خبیثی است مثل او گذشته ها. زمامداران میه با مردم ظلم میکنن. ظلم انواع ظلم داره، حق مردم رو میخورن، مال مردم رو میخورن، نام مردم اعتبار قرار میده برای خودشان و از اون سوی استفاده میکنن. مردم
عوام مردم ناآگاه را رئیشان را میگیره، فردا میره اولاد و بنیاد خود چاق و چله میکنن، آخرش هم فرار میکنن. یا مسئله قومیت دامن میزنن. ما پیرو دین مقدس اسلام هستیم. اگر کسی میای مسئله قومیت را مطرح میکنه، مسئله سادات و هزاره و قزلباش و تاجیک شیعه و پشتون شیعه و ازبک و ترکمن شیعه، تفرقه تفرقه میندازه، بفهمید که مبلغ شیطان است، منادی تفکر شیطانی است. ما همه ما برادریم، همه پیرو یک دین و یک مکتب و یک آیین. یا مسئله شیعه و سنی را مطرح میکنه، مسئله پشتون و ازبک و تاجیک و هزاره و ترکمن و امثال اینا را مطرح میکنه، اقوام و قبائل را مطرح میکنه. اینها همه تفکر جاهلی است، تفکر شرکامیز است، تفکر شیطانی است. او 313 بت که در خانه خدا بود و به دست امیر المؤمنین به فرمان پیغمبر شکسته شد، 313 نماینده قبیله بود، 313 قوم و قبیله، هر کدام یک خدای درست کرده بودن. میگفتن این خدای ماست، از چوب، از سنگ، از مجسمه، از گل. اسلام آمد این بوتا را شکسته. ما خجالت نمیکشیم الان باز بیاییم مسئله اقوام را مطرح بکنیم، این قوم و اون قوم و اون قوم مطرح بکنیم و سر مسئله اقوام هم قمار بزنیم، قمار با او طرف های قماربازای دیگه خود، قماربازای سیاسی. ای به نام ای قوم، او به نام او قوم، او به نام او قوم، مشارکت قومی، اما منصب را برای خود بگیریم، پول را برای خود بگیریم، عیش و نوش خود ما بکنیم، رفقا و خاندان ما بکنه، اما نام از قوم باشه، رأی از قوم باشه، حق و حقوق قوم ضایع باشه، در یک محل قوم آب نداشته باشه، برق نداشته باشه، کلینیک نداشته باشه، بچه‌هایشان نتونه معارف بره، اما بچه‌های ما لندکروزر سوار شوه، ماشینای نمیدونم شیشه دودی سیاد شوه و ماه تا ماه شرق و غرب بگرده، تیاره سواری بکنه، عیش و نوش کنه. خب این قمار نیست چیه دیگه؟ اما رهبر در اسلام کسی هست که پیش روی مردم خود حرکت کنه. اول او باید به زمین بیفته، او خاک شود، او سپر شود برای مردم، اول مردم به حقش برسانه، بعد خودش به حق خود. امیر المؤمنین چطوری زندگی میکرد؟ امیر المؤمنین که رهبر بود، در خط جبهه ها، در خط مقدم پیش از همه حاضر میشود، در کنار پیغمبر، پیغمبر بزرگوار اسلام. چه موقعیتی داشت پیغمبر بزرگوار اسلام؟ اگر گرسنگی بود اول پیغمبر میکشید و خدیجه کبرا ام المؤمنین میکشید، امیر المؤمنین میکشید، خاندانش میکشیدن. در جنگ احد، در جنگ احد پیغمبر چی مصائبی دید؟ دندانهای مبارک شکسته شد، دندانهای شهید شد، حمزه عموی عزیز شهید شد و جگر حمزه را در آوردن و حقد و حسد خود را اون مشرکان بیان کردن. امام علی علیه السلام بیش از 70 زخم بر بدن مبارکش اصابت کرد. ما پیروان همین پیشوایان هستیم، رهبران ما پیروان همین ها هستن واقعا یا نیستن؟ خدا باید با اینها ما سنجش کنیم، با اینها بسنجیم. مردم همیشه مردم ما سربلندن، نفاق ها و توطئه ها را همیشه دیگران و سران، اغلب سران برای ما به ارمغان می آورد. به هر صورت این مسائل را هم در نظر داشته باشیم. ماه رجب ماه طرح این معارف است که ما متوجه شد. ولادت امیر مؤمنان یعنی ولادت عظمت ما، عزت ما، امامت ما، ولایت ما و همه چیز ما. و بعثت پیغمبر بزرگوار اسلام هم یعنی این که ما از نو
خود را محمدی و نبوی دارد. و خود را بیش از پیش عیار بکنیم و دنبال این خاندان عزیز باشیم. در ماه مبارک رجب قرار داریم، بعدش ماه شعبان، ماه حسین، ماه حسن، ماه سجاد و ماه ابی الفضل العباس و عجیب ماهی نیمه‌اش هم تولد حضرت صاحب الامر و الزمان که همه ما منتظر او هستیم و او هم منتظر ما می باشد. ما امروز این افتخار را داریم که انتظار آقا را میکشیم. با خدا قسم خدای متعال بندگان خودش را تنها نگذاشته عزیزان. تمام زجرها را ما میکشیم برای شیرینی اون روزه که چشمان گناهکار ما به جمال فرزند برومند پیغمبر و علی و زهرا روشن شد. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. آقا جان ما میدانیم که تو منتظر ما هستی، تو دعا میکنی، تو این زمین را نگه میداری، تو حجت خدایی، تو این زمین و آسمان را به امر خدا نگه داشتی، تو همیشه درد ما را داری و دنبال ما هستی، اما ما متاسفانه اکثرا تو را فراموش میکنیم. یا صاحب الزمان تا کی منتظر باشی؟ پدران ما، مادران ما، بزرگان ما با آرزوی دیدار تو ماندن، رفتن از این عالم پر کشیدن. اما ما بخت یار ما خواهد شد که انشالله یک روز صدا بزنن که برخیزید که امام شما از کعبه ظهور کرد. ما منتظر اون روز می باشیم آقا جان. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد. عرض توسلی هم بکنیم. دلها را بفرستید و محضر آقایتون، مولایتون، یا صاحب الزمان. همه درد داریم، همه گرفتاری داریم. ای تنها وجود مبارکی که از پیغمبر و آل پیغمبر به یادگار ماندی، ما قدر شناسی نکردیم. آقا جان میخواهیم که دعا بکنی پیش خدا که ملت ما از این وضع انشاءالله نجات پیدا کنه، ملت ما به سر و سامان برسه. آقا جان خودت برای ظهورت دعا بکن، دعای تو مستجاب میشه. خستگان عشق را ایام درمان خواهد غم خور آخر طبیب درمندان خواهد آمد. اینقدر از کردگار خیشتن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. همه ما منتظر امام زمانیم، همه ما عزادار کربلاییم، اما میدانید امام زمان عزادار کیه؟ امام زمان عزادار جدش فاطمه زهرا سلام الله علیها میباشه. صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته،
مهدیت باشی شیه دارو و درمان خواهد آمد. و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. اله و عظمت این بزرگواران انشاءالله اسلام و مسلمین را بیش از پیش عزت و عظمت عنایت بفرما. کشور ما ملت ما را به صلح و سلام و امن و امان نائل بگردان. ریشه های جنگ و نفاق و گرفتاری و قحطی و مصیبت را از میان همه بندگانت مخصوصا از کشور ما قلع و قم بگردان. عبادت های ما را قبول بفرما. پدران و مادران و گذشتگان ما را بیامرز. ما را انشاءالله بیش از پیش به پیروی از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر موفق بدار. مریض های ما را شفای عاجل عنایت بفرما. معیوبین و معلولین ما را شفا عنایت بفرما. سفر مسافران ما بی خطر بگردان. حاجات مشروعی ما برآورده به خیر بفرما. امام زمان نور چشم ما را به فریاد ما برسان. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بعضی از دوستا التماس دعا گفتن، حالا مریض دارن، گرفتاری دارن، برای برآوردن حاجات همه انشاءالله صلوات بلند ختم بفرمایید.